براشون ارزش قائل شدیم. برای هر یه نفری نزدیک 200-250 دلار فقط پول غذا و مسائل رو پرداخت کردیم. بله. که اهمیتی نداره، اما همون شخص اون شب به جای که بیاد اونجا بلند شده رفته توی رستوران نشسته سوشی خورده. سوشی خورده. علی جان شما وقتی در یک سال هیچ سرویسی به مهرداد نمیدی، هیچ کاری برای مهرداد نمی کنی، مهرداد هم در اون لحظه که تو احتیاج داری نمی کنه برات. این چه طبیعیه. علیرضا امیرقاسمی فقط یک مجری برنامه نیست، فقط یک شومن نیست. علیرضا امیرقاسمی یه انقلاب در صنعت میوزیک ویدیو درست کرده، انقلاب در کنسرت ها کرده، در نور پردازی ها کرده. علیرضا امیرقاسمی وظیفه‌ش به هنر بپردازه، هنرمند درست رو حمایت بکنه. وقتی شما در طول یک سال برای مهرداد هیچ کاری نمی‌کنی، چه انتظاری داری مهرداد بلند شه بیاد تو شب نشینی شما؟ چرا باید بیاد؟ چون به نفعش. نه به نفع نه. اینجا ببین علی جان، این میشه کاسبی. یه مسئله واقعیه علی جان، میشه کاسبی. دورت بگردم، شما میدونی، شما میدونی که کدوم خواننده سطح کارش اومده پایین و کدوم خواننده سطح کارش رفته بالا. آیا به اینا پرداختی هیچ وقت؟ نه. وقتی من تو خونه خودم بشینم ببینم علیرضا امیرقاسمی داره کار من رو دنبال میکنه، هنر من رو دنبال میکنه، داره با انتقادش از من به کار من کمک میکنه، خب معلومه من با امیرقاسمی کار میکنم، معلومه در شب نشینی شرکت میکنم. اما اگه بترسم برم اونجا جایگاهم به خطر بیفته به خاطر تیم بازی، خب شرکت نمیکنم. این تیم بازی هاست که جلوی همه چی رو میگیره. علی جان شما خواننده های دوست خودت رو داری، اینا با دوستن. حالا داشتی، من امروز نمیدونم وضعیت چجوری، خب 100% شما اونا رو دوست داری تبلیغ کنی. خب مهرداد معلومه که نمیاد در کنار تو قرار بگیره، من که میترسه، میترسه یه جوری ماسمالیش کنی بره دیگه، روک جایگاهش رو به خطر بندازی یا ارزشی که باید داشته باشی رو نداری. من عرض کردم، من هر کسی باید جایگاه خودش رو خودش بدونه، نه تقاضای زیاد بکنه، نه از اون چیزی که هست اجازه بده کمتر باش رفتار بکنن. شما اگه به هنر میپرداختی وضعیت امروز اینجوری نمیشد. علی جان شما به اصل هنر نپرداختی. من این شکایت من از شماست. اصل هنر چی؟ اصل ببینید، زمانی که علی جان شما کنسرت های بزرگی رو اجرا میکردی که 20,000 نفر، 25,000-18,000 نفر در این کنسرت ها اومدن و اون چیزی که در شأن خانم گوگوش بود براش انجام دادی، پس بلدی؟ قدر من دونست؟ نه گوش کن، پس شما بلد بودی؟ ولی ایشون قدر من دونست؟ یکی بذار بریم، اجازه بده من حرفمو بزنم و یکی بایش. پس شما این کارو بلد بودی؟ درسته؟ پس بلدی دیگه، چرا برای بقیه نکردی؟ گنجایشش داشته؟ بحث گنجایش، این شمایی که باید خواننده ها رو آشنا بکنی، مردم رو با این سیستم آشنا کردی. بکنی. مگه واسه بیژن نکردی؟ عزیزم اون کاری که شما اونجا انجام دادی برای هیچ کس نکردی. نمیشد. میشد. غیر از گوگوش کسی نمیشد باشون کاری کرد. چرا کردی. عزیزم؟ ما برای کاری که کردیم. یعنی در ترانه ما کاری کردیم برای بقیه خواننده ها. ما ارزش قیمت خواننده، ارزش جای خوندن خواننده بعد از گوگوش تغییر کرد. معلومه اینکه 100%. خب این کاری که من براشون کردم. 100%. اما یک نه کاری که شما کردی، ما برمی‌خوایم برگردیم به عقب. برمیگردیم به عقب. شما ایشون رو فرض کن ایرانن الان، شما برای کی این کارا رو کردی؟ هیچ کی. بیژن مرتضوی. عزیزم عزیزم چرا کردی برای بیژن؟ دستمزدش رو گرفتی کردی، یا تیمت بود کردی، یا دوست داشتی کردی. شما آیا برای بقیه دوستان این سطح رو در نظر گرفتی؟ تا اندازه خودشون برای ابی. عزیزم نمیشه. تا اندازه خودشون. نه. اگر شما ببین علی جان، اگر شما، حالا من یک این مثالی که من زدم فقط مقصر شما نیستی. تاریخ کنسرتی ما به دو قسمت تقسیم میشه. عین میدونیم گفتن اولد تستمنت و نیو تستمنت، درست همینه.
قبل از سال 2000 بعد از سال 2000 بله. قبل از اومدن گوگوش بعد از اومدن گوگوش اون یک ماجرای دیگه ای داره علی جان، اون یک ماجرای دیگه ای داره. ولی موسیقی ما در خارج از کشور بدون ایشون داشت کارش رو انجام میداد. هر کدوم از ما تیم خودمون رو داشتیم، ولی دستمزدای برای... نبود فضای کنسرت‌های الان... نبود. الان ما بذار راجع به دستمزد و پول و فضا حرف نزنیم، بذار ما الان در مورد این حرف بزنیم که ما در خارج از کشور هر کدوم تیم خودمون رو داشتیم. مثلا آقای داریوش و آقای ابی محدود می‌شدن به ایرج جنتی عطایی، شهیار قنبری، اردلان سرفراز، فرید زولان، سیاوش قمیشی، حالا یا گهگاهی امکان داشت تک و توک هم با دیگران کار بکنم، ولی اینا یه تیم بودن. بنده، آقای مسعود امینی، آقای صالح‌علا، آقای میبودی، خانم شهره، اینا یه تیم دیگه بودن. آقای معین با آقای جهانبخش پازوکی یا با آقای مسعود امینی، اینا یه تیم دیگه بودن. اینا هر کدوم معلوم بود چه سیستم کاری میکنن. یعنی اگه مهرداد یه ترانه‌ای ضبط میکرد به نام خانومی، فردا مثلا منصور نمی‌رفت خانوم جان ضبط کنه. خب معلوم خانومی رو مهرداد خونده، معلوم بود این سیستم، معلوم بود. اینجا اینجوری نبود که ما ندونیم چه ترانه ای تولید شده، خبر نداشته باشیم خانومی رو من بخونم خانومک اون یکی بخونه، من میشدیم همه شکل هم. این وجه تمایز ما بود. ولی کی به این موضوع پرداخت؟ شما در این سالها حق آقای پازوکی رو بهش دادین؟ من باید بدم. معلومه. چرا من باید بدم؟ شما باید، شما رسانه داشتی عزیزم. کار رسانه یعنی چی؟ شما حق آقای پازوکی رو دادین؟ از ناز رسانه‌ای بله. نه نه نه. باهاشون گفتگو داشتیم، بعضیشون تعریف کردیم. علی جان، علی جان، این یک باره. آرتیست‌ها باید بدن که یک باره گرفتن. معلومه که خواننده‌ها باید حمایت کنن. معلومه که خواننده‌ها باید تشکر کنن از کسانی که براشون کار کردن. این که معلومه. کردن؟ اگه دوست نکردن. چرا؟ از محمد حیدری کسی تشکر کرده؟ نه عزیزم، گوش کن. میدونی چرا؟ وقتی دست میزنن، وقتی جایگاه عوض میشه، این تلفن ها هی زنگ میزنه، این برنامه دیگه، اون طرف شاید فکر کنه همه اینا مربوط به خودشه. یعنی منم، این منم. ولی این واقعیت نیست. واقعیت کسانی هن که اون ترانه ها رو برای تو نوشتن، اون موسیقی رو برای تو ساختن با صدای درخشان تو. به هر جهت کسانی که خواننده های برگزیده مردم هستن حتما یه خصوصیاتی داشتن که برگزیده شدن توسط مردم. شما داریوش رو با تیغ نمیتونی پاک کنی از موسیقی ما. داریوش یکی از مهمترین خواننده های ایرانه. ایران برای اینکه کارنامه ایشون کارنامه فوق العاده درخشانه. این کارنامه چجوری درست شده؟ با همکارانشون درست شده، با یارانشون ساخته شده. فقط خودش نبوده که، من خودم طرف. اما همون یاران، با احترام به داریوش که بیش از اندازه دوستش دارم، همون یاران یک دونشون الان با داریوش رابطه خوشی نداره. خب حالا بذارین در این موردم حرف میزنیم. ببین عزیزم، آقای داریوش اگر ما اسم میاریم، خب خیلی خوبه که ما از همکارانمون یاد میکنیم. امیدوارم بقیه دوستان هم میشینن راجب همکارانشون به خوبی و نیکی یاد بکنن. آقای داریوش صدای استثنایی داره، از وقت تکنیکی تحریرها و تکیه ها فوق‌العاده است در صدایشون. بله. تون صداشون، بیس صداشون، فهم داریوش از ترانه موقع اجرا فوق‌العاده است. 100%. یعنی من به شما میتونم بگم شبیه داریوش هم نداریم. اونجوری که داریوش ترانه رو منتقل میکنه. اما شما یه کارد سلاخ به دلم رو میتونی بدی آقای داریوش بخونه؟ خیر. شقایق رو میتونی بدی مرحوم سوسن بخونه؟ نه. کار نمیکنه. آقای داریوش این هنجره منتخب، این هنجره برگزیده ترانه هایی رو خونده که جماعت ایرانی رو به سمت خودش برده. موسیقی رو اجرا کرده که تفاوت اون موسیقی حتما با موسیقی آقای شب‌پره معلوم بوده. اون یه سبک دیگه بوده، این یه سبک دیگه بوده. من نمیخوام بگم کدوم بد بوده کدوم خوب بوده ها، من راجع به این حرف نمیزنم. چون شهرام شب‌پره موندن 50 سال خیلی هنره. کاملا. یعنی کاری که شهرام شب‌پره میکنه اصلا شبیهش هم نداریم کسی بتونه بکنه.
این امتیاز رو برای شهرام قائل باش. ولی من سبک موسیقی رو عرض میکنم. خب آقای داروش به چه علتی برگزیده شده توسط مردم؟ ترانه هاش، ترانه هایی که اجرا کرده، موسیقی که اجرا کرده و مردم برگزیدن این صدای فوق العاده رو که من خودم هم طرفدار صداشم. ها؟ بله. حالا چی؟ چطور میشه که شما میگی همه اون یاران با ایشون دل رابطه خوش ندارن یا کار نمیکنن؟ نه رابطه خوش ندارن، حتی به دادگاه های مسائل هم کشیده شده دیگه. یعنی صحبت ترانه هایی که منتقل میشه علی جان و صحبت هاست. برای اینکه ترانه هایی که منتقل میشه به خواننده ها برای پخش توسط کمپانی ها یا رو سی دی و آلبوم، به غیر از این واگذاری دیگه ای که وجود نداره که. واگذاری به چی میدن؟ شما این ترانه رو اجازه در رادیو تلویزیون مثلا پخش به عنوان سی دی یا هر صنعت جدیدی که بیاد، قبلا کاست بوده سی دی نبود، حالا اگه بعد سی دی یه صنعت دیگه هم بیاد خب اینا اجازه دارن پخش بکنن. هیچ واگذاری بر روی صحنه نیست. این کارا روی صحنه اجرا شده ولی از پایه خراب بوده. بله. این کاری نیستش که امروز شما یک شبه بتونی تغییرش بدی. این از پایه خراب بوده. یعنی از 50 سال پیش که این کار شکل گرفته دوستان نیومدن حقشون رو درخواست بکنن. حالا امروز اومدن و به این نتیجه رسیدن که پس حق ما چی میشه؟ درسته. آقای داریوش هم مقصر این ماجرا به تنهایی نیست. نه. مگه آقای پازوکی کارش اجرا نمیشه؟ مگه آقای مسعود فردمنش کارش اجرا نمیشه؟ مگه آقای امینی کارش اجرا نمیشه روی صحنه؟ یک درد جامعه. یعنی شما داری یک مشکل بزرگ در جامعه هنری حرف میزنی. فقط مقصرش یک شخص نیست. اما من فکر میکنم مشکل این دوستان فراتر از پول و صحنه باشه. فقط این نیست. چیه؟ مشکل این دوستان وقتی شما افکار یک شاعر رو برای 20 سال 25 سال اجرا میکنی، یا متوجهی که داری چه کار میکنی یا متوجه نیستی. وقتی که شهریار قنبری ترانه نون و پنیر و سبزی رو مینویسه، خب بریم اون ترانه رو بخونیم یه بار. اون جادوگر بعد که از کتابا میومد، اون جادوگره کیه؟ اون کتابه چیه؟ یا متوجه شدیم چی خوندیم؟ میدونیم چه کار کردیم؟ یا متوجه نیستیم چه کار کردیم؟ که 100% متوجه بودن دوستان. ولی وقتی امروز تبدیل میشه به ترانه هایی که اصلا این طرفیه اون طرفیه، مثل اگر شکنجه گر توی شکنجه اشتباه نیست، میگن ترانه عاشقانه است، این ترانه مذهبیه. شما ترانه رو از اول تا آخر نگاه بکنی انگار پیام برای یک مثلا یه شخص روحانی، انگار مثل شخص روحانی آقای خامنه ای. عزیزم ترانه سرایی که نشسته در منزلش در ایران داره کار میکنه، عزیز منه، همکار منه، من دوستش دارم. اما ملاحظات این ترانه سرا چیه؟ ترانه سرا چیه؟ روزبه بیماری رو میگی؟ هر کی. خب این مال روزبه است. مال هر کی که است. بنده نه ایشونو میشناسم، نه میخوام بشناسم، نه کاری با ایشون دارم. من راجب یک فضا حرف میزنم علی جان. فضایی به نام جمهوری اسلامی. شما وقتی در این فضا کار میکنی، اسمت روی فیلم، سریال، آلبوم جدید احسان خواجه. بله. شما پس باید مطابق قوانین این نظام و وزارت ارشاد کار کنید. هیچ راهی هم وجود نداره. من خودم از اونجا اومدم. شما داری با کسی حرف میزنی عزیزم که قبل از اینکه شماها دستتون رو به قلم بگیرین تو اون رادیو کار کردم. پس شما باید طبق قوانین این نظام کار کنید. مگه به غیر از اینه؟ خیر. باش. خیلی ممنون. شما کمک کن به من، من جواب این سوال شما رو بدم. من ازت کمک میگم. خواهش. چرا دوستان ما، خواننده های ما اجازه ندارن برن ایران؟ یا اگه برن هم اجازه کار ندارن. چرا؟ چون با قوانین جمهوری اسلامی خواننده خواننده چه جرمشون چه اینا؟ خب
خب به خاطر اینکه اعتقادشون اینه که اینها خواننده های هستن که طاغوتی هستن. طاغوتی هستن تا یه حدی. تا یه حدی لازم. این لس آنجلسی هم چیزیه که لقبیه که جمهوری اسلامی داد. درسته. من که نه لس آنجلس به دنیا آمدم، نه بابام لس آنجلس به دنیا آمده. من بچه خیابون شهبازم. من بچه خیابون حافظم. من جبهه جنگ بودم. من که لس آنجلسی نیستم عزیزم. خب آقای داریوش هم ایران به دنیا آمده، آقای ستار هم ایران به دنیا. ما چرا این دوستان اجازه ندارن اونجا بخونن؟ جرمشون چیه؟ چه جرمی؟ اصلا قابل حله؟ قابل درک این؟ نه. عدالت این؟ نه. حضرت علی مگه نمیگه عدالت اجتماعی؟ مگه ما نظام اسلامی نداریم؟ پس باید عدل علی رو اجرا بکنیم. اگر این نظام اسلامی شما رو با این دست میگیره میبره بالا، بنده رو با این دست میگیره میاره پایین، چه عدلیه؟ مگه من چه کار کردم؟ مگه آقای داروش چه کار کرده؟ پس اگه آقای داروش اجازه نداره اونجا بخونه، من ممنوعه، نه قدغنه کاملا. شاعری که اسمش روی فیلم و سریال و خواننده منتخب صدا و سیماست، چطور میشه اسمش روی آلبوم و ویدیوی ایشون باشه؟ یعنی چی؟ شما برای من اینو جواب بده، حل کن و بعد بگو چرا ایرج جنتی عطایی دلگیره، چرا شهریار قنبری دلگیره، چرا؟ یعنی چی؟ اگر اون نظام یک نظام آزاد علی جان، هیچ اشکالی نداره هر کسی در ابراز نظر و اعتقادش آزاده بیاد بگه من امروز این نظام رو قبول دارم و علاقه من به همکاری با نظام جمهوری اسلامی، چه اشکالی داره؟ اجازه هم بگه بیاد با مردم مطرح کنه صاف و پوسکنده. اون موقع شما انتخاب میکنی که با این شخصی که امروز روبرو هستی همکاری بکنی یا همکاری نکنی، یا دوستش داشته باشی یا دوستش نداشته باشی. اما اگر میای روی صحنه از آزادی ایران حرف میزنی، اگر مهرداد میاد روی صحنه میگه امیدوارم که ایران یه روزی آزاد بشه، یعنی ایران امروز آزادی نیست دیگه. ها؟ هلی. پس اون دوستان عزیز هنرمند که من اصلا با سطح کارشون کار ندارم، با نوشته هاشون کار ندارم، با اینکه کی خوبه کی بده کار ندارم، چطور ممکنه، چطور میشه که اسمشون هم روی تیتراژ صدا و سیما باشه و در هم در آلبوم خواننده هایی که اونا بهش میگن طاغوتی و رو ویدیوش هم باشه؟ چطور میشه؟ تجویزی بوده؟ من از شما میپرسم کمکم کن، شما منو کمک کن. وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، شما شوخی گرفتی وزارت ارشادو؟ به هیچ عنوان. ها؟ نخیر. چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟ اجازه کار بدن برای آلبوم آقای خواجه امیری، چطور ممکنه همچیزی؟ مگر اینکه صلاح بر این باشه که این ترانه ها توسط این هنجره ها، این ترانه ها اجرا بشه دیگه، این هنجره های منتخب جادوگر بد که از کتابا می اومد نخونن، آقا اینا رو بخون قدم به قدم، دیگه وچه تمایزی نمیمونه علی جان. شاید هواداران این دوستان فردا حمله کنن گردن منم بزنن، اصلا تو کی هستی؟ برو بیریم بابا، دیدی که چیکار میکنن؟ بله. هر کدومشون هم یه 50 تا 50-60 نفرن چیچی لا و نمیدونم چیچی ما و از این چیزا را انداختن. این 50 نفر هر کدوم هم 50 تا ایمیل قلابی، 10 تا ایمیل قلابی، فیسبوک های قلابی، صفحات قلابی. شما یه دفعه صفحه فیسبوک رو میگیری 2000 نفر فوشت دادن. مردم هم که بیخبر هم که اوه ببین چه مردم چقدر به این فوش دادن. ما داریم راجع به یه واقعیت حرف میزنیم. من مخلص صدای داریوشم. من دوستش دارم. من وقتی که دیداری نداشتم با آقای اقبالی، با داریوش اقبالی تا سال 2008، 5-6 جلسه در منزل ایشون من با ایشون جلسه داشتم. بخوام اینا دربارش صحبت. چش گفتم اشکال من الان نگاهت میکنم داریوش رو دوستت دارم. یعنی من این نگاه رو دوست داشتم. خب داریوش بود دوستش داشتم.
داروش بچگی من بود، ولی امروز نمیتونم خفه بشم و هیچی نگم. اگه این باعث این یعنی تندی، این اگه مهرداد تنده، یعنی اینی که دارم الان میگم، این حق دارم میگم، من حقمو دارم میگم، چرا من اجازه ندارم؟ رضا تو بس شکنجهگر آهنگ مذهبیه که برای شما ترانه رو نه شده. عزیزم من یه همچین حرفی نزدم. چی پس؟ من اصلا یه همچین حرفی نزدم، گفتم پیام این ترانه برای من، من نگفتم ایشونی همچین کاری کرده، اصلا من همچین حرفی نزدم، گفتم پیام این ترانه برای من اینو به من میرسونه که خدا توی نمازم، توی دینم، توی کعبه من، توی اگر شکنجه گر، توی شکنجه اشتباه نیست. اصلا شکنجه خودش کار بدیه. کجا همه جای دنیا شکنجه رو محکوم میکنن؟ حقوق بشر دنبال اینه کسی شکنجه نبینه. بعد میگم پیام اینه، عاشقانه است. یعنی اگر تو من عاشق تو نه عزیزم. یا مثلا ترانه خونبازی که اصلا قایمش کردن ترانه رو، هرگز در آلبوم داروش بزرگ عزیزم منتشر نشد. چی میگه؟ آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست. خب آخرین سنگر سکوته، یعنی آخرین کاری که ما بکنیم ساکت شدنه، یا آخرین کاری که باید بکنیم سکوت کردنه؟ این دو تا حرفه. حکم اعدام نوشته بودن، نوشته بودن بخشش لازم نیست، اعدام گردد. یه پارتی پیدا کردن یه ویرگول گذاشتن بغل بخشش، بخشش لازم نیست، اعدام گردد. عزیزم آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست. یعنی نمیتونی حق منو بگیری. چه جوری اجرا شده اون ترانه؟ یعنی ساکت حرف نزنیم. آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست. خب این خیلی تفاوت داره با اون آدمی که جادوگر بد که از کتابا میومد و میخوند. اون پرستیدنی بود. پشت اون ترانه که دو تا بزرگ ما اجرا کردن، پیام های اون ترانه فوق‌العاده است. شما فقط این ترانه ها رو با هم مقایسه کن، این همون هنجر است. باز هم میگم دوست ندارم فردا ببینم که میان اصلا تو کی هستی، نمیدونم چی برای من از این حرفا بریم، اصلا فایده ای هم نداره، چون اصلا من اهمیت نمیدم به این حرفا. من خودم 47 سالمه نشستم اینجا با عقل کامل، با شعور کامل، خیلی هم سالم میگم من طرفدار داریوشم، اما انتقاد میکنم ازش، حقم انتقاد کنم. خب چرا نکنم؟ همکار منه، رفیق منه. من با داریوش کاری ندارم، من با هنرش کاری ندارم، من با اختلاف، علت اختلاف شهریار قنبری یا ایرج جنتی عطایی کار دارم. چرا جنتی عطایی میگه ترانه هامو پس بده؟ چطور میشه؟ به کی گفته اینا؟ به همه. این حرف همه است. نه، منظورش به کیه؟ ببین علی جان، شما این آهنگ ترانه رو، بله بله من خوندم، آقای جنتی عطایی هم این ترانه رو دکلمه کرده. بله، منظورش کیه؟ شما اول به این نکته توجه کن. آیا شما ایرج جنتی عطایی رو به عنوان یک اسطوره ترانه قبول داری؟ 100%. قبول داری که ایشون یکی از کسانی بودن که انقلاب در صنعت ترانه کردن؟ ترانه نوین 100%، آغازگران ترانه نوینه. یعنی چقدر باید دل سوخته باشه که همچین چیزی نوشته باشه؟ چقدر شاعر باید تو خودش شکسته باشه که بگه منو رو صحنه خط بزن، نخون ترانه های منو روی صحنه؟ خب منظور کیه؟ منظور حدتی. این فقط تویی که رستم روزگاری، اشتباه میکنی. صداتو لخت کن، ترانه ها رو بیار از صدات بیرون، وایس رو صحنه لالای لالای کن. چرا این شاعر دلش باید اینقدر بسوزه؟ کسی که اینا رو فرزندان خودش میدونه.
من یه خاطره برات تعریف کنم. مطمئنم یه صحبتی که همیشه میگم. یه خاطره بذار یادم میره این علی جان. بگو پس خاطره بذار. فدرال بیلدینگ. بنده آقای ایرج جنتی عطایی مقابل فدرال بیلدینگ یک موضوعی بود، تظاهرات بود، نمیدونم چی بود. آقای ابی با یک نفر درگیر شد. اون شخص به آقای ابی حمله کرد. در رابطه با خلیج فارس. که تو چرا در دبی خلیج فارس رو نخوندی؟ حمله کرد، پلیس اومد، توهین کرد، درگیری پیش اومد. ایرج جنتی عطایی مثل ابر بهار گریه میکرد برای ابی. یعنی اینقدر ابی رو دوست داشت، این فرزند خودش. چطور میشه که این دل سوخته امروز بگه ترانامو پس بده؟ چرا؟ چرا ما سری به خودمون نمیزنیم؟ چرا ما متوجه نیستیم چه کار میکنیم؟ شما افکار کسانی رو خوندین که اینا بی دلیل متنی رو ننوشتن. اینا پشت هر متنشون هزار دلیل بوده. میدونم اگر مسعود امینی نوشته اگر گفتم چادر ننداز سرت، گفتم به زور ننداز. چرا این متن رو نوشته مسعود امینی؟ چون مادر خودش چادری بود. اصلا فرقی نمیکنه. میخواد بگه من به تو احترام میذارم، به چادر تو رو میبوسم، حجاب تو رو میبوسم، ولی به زور نکنین تو سرت، اگه دوست نداری ننداز. خودش هم همین میگفت، چون مادر خود منم دوست داشتش و این کارو میکرده. بله عزیزم، چرا باید امروز چند وقت شما ترانه نزدیک دو سال و نیم ترانه از آقای جنتی عطایی منتشر شده، از آقای امینی منتشر شده؟ چرا؟ موفقیت شما با کیا بوده؟ چرا امروز تناب مف میبینیم خودمونو دار میزنیم؟ اگه این تندی اسمش؟ از مسعود شنیدم فکر کنم اگر اشتباه نکنم که امید اجرا کرده. چی رو؟ یه ترانه اجرا کرده امید که یه دونه ترانه اجرا کرده. ببین عزیزم، شما در سالهای گذشته در سال چند تا کار از این دوستان منتشر میشد؟ خانم ژاکلین بودن، آقای مسعود فردمنش بودن، آقای هوشیار نژاد بودن، خانم پاکسیما با آقای اندی کار میکردن، با آقای منصور کار میکردن، آقای مسعود امینی گفتم اسم ایشون، آقای جنتی عطایی بودن، آقای شهریار قنبری بودن، این دوست اگر خانم زویا زاکاریان بودن. اگر من اسمی رو از قلم انداختم معذرت میخوام، ولی امروز چطور؟ اینا کجان؟ چی کار میکنن؟ خانم زویا زاکاریان امروز چه میکنه؟ مگه کم خدمت کرده؟ خب شما که این ترانه ها رو روی صحنه میخونین، 150,000 دلار هم ماشاءالله پول میگیرین، خب حق اینا رو دادین، حالا حق اینا رو ولش کن، پولش هم مهم نیست. با افکار اینا چه کردین؟ اینا افکارشون رو به شما سپردن، ترانه هاشون رو به شما سپردن، چه کردین؟ کار به کجا رسید؟ آلبوم آخر آقای ابی رو مطالعه کن لطفاً، گوش کن لطفاً. ستاره پرپر میکنی، ای نازنین گریه نکن، پروانه آتش میزنی. اصلا با صدای ابی تنت میلرزه گوش میکنی. این ابی همون ابیه؟ نیست عزیزم. ما چرا نمیخوایم؟ ببین داره یواش یواش جاها عوض میشه و اینو ما رو الان متوجه نیستیم. خواننده از ایران میاد که اصلا من به خدا اسمشون هم نشیدم، 5,000 نفر تو سالن میرن میبینن. خواننده بزرگ ما اینجا میریم خونه، 2,000 نفر هم نمیرن. شما وقتی دستتو میذاری تو دست زور، بحث باور اصلا بحث پول نیست. بنت کامنت ناجوریه، 100% همینطور. به اون جوانتره خوشگل درم از سوشان برمیست، ولی اجازه کار ندارن، توی مافیا نیستن. میخوام بگم مسئله شخصی نیست، هنرمند باید جلوتر از جامعه باشه. ایشون اومدن گفتن من دلم میخواد آزاد باشه. چرا ما باید به هم بی احترام بکنیم؟ شیش ماه سوزنی بود به تن دوستان که به خودشون بود. خودت باش عزیزم، خودت باش. هنر نیست احتضار. مهمترین اتفاق موسیقی در غربت حضور ایشون بود. سراسر دروغ نبود؟ شک نکن. ماهی ریز خورد پرید. دلپوره قم اندیم تبدیل معلومی، تبدیل مصفت هم هست، هم کار، فقط.